شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشسته اید. سیامک دهخانپور هستم. در این سه‌شنبه شب 5 بهمن ماه 25 ژانویه انتقاد رئیس جمهوری ایران از رؤسای قوای مقننه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تغییر قانون اساسی در عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی، جوابیه مجمع تشخیص مصلحت و شماری از نمایندگان مجلس به نامه رئیس جمهور، احمدی نژاد در پی فرافکنی ضعف‌های جدی اقتصادی در بخش تولید است. دولت محمود احمدی نژاد به دنبال اجرای طرح حذف یا هدفمندی یارانه‌ها در آستانه اجرای طرح اصلاح نظام بانکی و مالیاتی ایران است. بنا به گزارش‌ها در سال 1390 نرخ سود بانکی آزاد خواهد شد تا با نرخ تورم هماهنگ شود. اصلاح نظام بانکی با چه هدفی صورت می‌گیرد و چه تبعاتی خواهد داشت؟ آیا صندوق‌های قرض‌الحسنه بخشی از مشکل‌اند یا راه حل؟ اجرای برنامه‌های دولت احمدی نژاد تا چه حد در گرو در اختیار داشتن عنان بانک مرکزی است؟ درگیری‌هایی که الان بین آقای احمدی نژاد و رؤسای قوای مقننه و قضاییه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت در این ارتباط وجود دارد. تحریم‌های بانکی چگونه به نظام بانکی ایران لطمه زده است؟ اینها پرسش‌های افق و این تخت سیاه هم دفتر یادداشت من. به فیسبوک افق برید و در این بحث شرکت کنید. افق بهترین پاسخ به سوال برنامه رو انتخاب و بر روی تخت سیاه منعکس می‌کنه تا همه بهترین پاسخ یا راه حل پیشنهادی شما رو ببینند. کارشناسان در این تردید ندارند که ایران با مشکلات اقتصادی عدیده روبروست، اما آیا درآمدهای نفتی ایران این مشکلات را رفع و رجوع می کند؟ نابسامانی اقتصادی در تصمیم گیری های استراتژیک جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی دارد؟ به بخشی از گفتگوی افق با جاناتان پاریس نویسنده گزارش چشمنداز ایران نگاه کنیم. In your fascinating report you are arguing that شما در گزارش خود استدلال می‌کنید که سیاست اقتصادی احمدی نژاد برای ایران فاجعه بار بوده است، اما منجر به توقف برنامه هسته‌ای نخواهد شد. چطور؟ به باور من اقتصاد در روند تصمیم گیری رهبری رژیم، مشخصا آیت الله خامنه ای، نقش تعیین کننده ای ندارد. اتفاقا خامنه ای از تحریم های بیشتری که ایران را به سوی خودکفایی نسبی سوق دهد استقبال می کند، زیرا امکان فشار خارجی و ضرب پذیری نظام را کم می کند. البته بقای رژیم اولویت نخست است، از این منظر که سوء مدیریت اقتصادی توأم با حذف یارانه ها و فشار تحریم ها می تواند به نارضایتی عمومی دامن بزند. عده‌ای امیدوارند فشار کمرشکن اقتصادی بتواند رژیم را به مصالحه با جامعه جهانی وادارد. Do you know that Ahmadinejad is now right after implementing subsidies? دولت احمدی نژاد اصلاح نظام بانکی و مالیاتی را در دست دارد. تا چه حد موفق خواهد شد منابع مالی مورد نیازش را از تغییر سیستم مالیاتی تامین کند؟ Do you remember that last time I think they tried to raise the VAT tax? آخرین باری که سعی کردند مالیات بر ارزش افزوده را افزایش دهند، بازاریان در برابر دولت ایستادند، دست به اعتصاب زدند و حکومت مجبور به عقب نشینی شد. تصور نمی کنم با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی بازار بتواند حدود 40 میلیارد دلاری را که دولت امیدوار است از طریق تغییر سیستم مالیاتی به دست آورد تامین کند. بخشای سودآور اقتصاد ایران در دست سپاه است و بازار بیشترین لطمه را می‌بیند و انتظار تحقق چنین خواستی غیر واقعی به نظر می‌رسد. متن کامل این مصاحبه بر روی فیسبوک و وبلاگ افق قابل دسترسی است.
اما مهمانان برنامه امشب آقای دکتر حسن منصور، استاد اقتصاد دانشکده آمریکایی اقتصاد و تجارت از لندن، ایشون با ما و شما حسن، و دکتر بورقان نظامی، استاد اقتصاد دانشگاه رایس در هیوستون تگزاس. درود بر هر دوی شما به برنامه افق خوش آمدید. آقای دکتر منصور، اجازه بدید با شما آغاز بکنیم. صحبتایی که ما با این آقای جاناتون پاریس هم دارید میدونم شنیدید. پرسش ابتدایی که من با شما میخوام در میون بگذارم این هست که آزادسازی نرخ سود بانکی و مرتبط کردن اون با نرخ تورم به نظر شما اقدام ضروری و اساسی در این مرحله؟ در اصل این یک اقدام بسیار حیاتی است برای نظام مالی ایران، منتها مسئله نظام مالی ایران مشکلات فراوانی رو داره. عنایت بفرمایید که بانک‌های ایران در پیش از انقلاب در ردیف بانک‌های عمده جهانی، حتی بانک رتبه پنجم جهان مال ایران بود، ولی از وقتی که بانک‌ها دولتی شد و به دنبال آن در سال 1362 قانون بانکداری بدون ربا به تصویب رسید، به تدریج تمامی بانک‌ها بعد از به اصطلاح دولتی شدن و تسلیم شدن به این قانون به صورت فلج در اومدند. فلج عمده در این است که اولا از یک سو بانک‌ها به صورت بیوروکراتیک در اومدند، به جای آنکه به عنوان مؤسسات مالی تجاری آزاد در بازار عمل بکنند، تابع دستورات دولتند و در نتیجه ناگزیرند که به تبعات آن گردن بگذارند و مثلا وام‌های تکلیفی دولت رو تامین بکنند. از سوی دیگر چون نرخ بهره در بازار تعیین نمی شود بلکه به صورت دستوری است، ناگزیر این نرخ بهره از یک سو زیر حد تورم هست و بانک در برابر پسنداز کننده بهره ناچیزی رو باید بپردازه که این عملا پسنداز رو از کنم از رونق میندازه. از سوی دیگر وقتی وام گذاری می کند و آن هم به صورت تکلیفی، سرمایه خود رو در خیار بخشای برگزیده حاکمیت قرار میده، ولی وقتی این را حتی به فرضان که وصول بتواند بکند، چون نرخ تورم از نرخ بهره‌ای که وصول میکند بالاتر است، عملا بانک ها متضرر میشن. و در کنار این اضافه بفرمایید چون این وام ها به صورت تکلیفی عمدتا واگذار میشوند، امروز بانک ها در حدود 50 میلیارد دلار بدهی های یا طلب های معوقه دارند که قابل وصول نیستند. پس به این ترتیب این اقدام بسیار بزرگی است و بسیار هم ضروری است، منتها من در نحوه اجرایان به دست دولت آقای احمدی نژاد بسیار تردیدهای جدی دارم. آقای نظامی درود به شما. شما صحبت آقای منصور رو می‌دونم شنیدید، شما چگونه می‌بینید این طرح رو؟ تا چه حد فکر می‌کنید ضروری است و به این شیوه در واقع عمل کردن بهش نتیجه بخش خواهد بود؟ البته طرح تحول نظام بانکی که هنوز ما ندیدیم، یعنی چیزی که هستش یه طرح اصلاح نظام بانکی هستش که مجلس مطرح کرده، دولت حالا قراره که لایحه تحول نظام بانکی خودش رو در آینده ارائه بده. برای همین تا زمانی که ما ندونیم که ریز این تغییرات چه خواهد بود، نمیتونیم اظهار نظر قطعی بکنیم. اما همونطور که دکتر منصور هم به درستی اشاره فرمودن، ارتباط بین نرخ بهره و نرخ تورم از عوامل مهم سلامت یا مشکلات نظام بانکی است. ولی من یه مقدار با ایشون اختلاف نظر دارم از بابت این که مشکلی که ما الان روبرو هستیم لزوماً این عدم ارتباط نیست. مشکلاتی که وجود داره حتی به خصوصی یا دولتی بودن بانک ها هم به اون معنا بر نمی گرده. مشکل عمده‌ای که وجود داره اینه که ما اگر بیایم به نظام بانکی نگاه بکنیم، نظام بانکی معمولاً دو تا کار انجام میده. یک کار تامین اعتبار برای بازار مصرف کنندگانه و یک کار دیگه تخصیص منابع بین صنایع و بخش های مختلف اقتصاد هست که حالا بعداً راجع به بحث تامین اعتبار برای بازار اعتبار مصرف کنندگان صحبت میکنیم. اما از لحاظ تخصیص منابع بین بخش های مختلف اقتصاد، تا زمانی که ما این
ناهماهنگی رو داریم به دلیل مشکلاتی که انزوای اقتصادی کشور ایجاد کرده و بخش‌های تولیدی به دلیل اینکه کشور توانایی کنترل نرخ اکسچنجش رو نداره و نرخ تبادل ارزی به دلیل انزوای اقتصادی مجبور شده که دولت همواره این رو پایین نگه داره، بخش‌های تولیدی ما توانایی رقابتی رو نخواهند داشت و در نتیجه ما با دو بخش تولیدی و واسطه‌ای در کشورمون روبرو هستیم که بخش واسطه‌ای مطمئناً به دلیل اینکه نوع کارهاش کارهای کوتاه مدت‌تر هستش و بازده بالاتری داره، همواره گوی رقابت رو در مقابل بخش تولیدی خواهد رو بود و در نتیجه هر چقدر هم که ما سعی کنیم منابع رو درست تخصیص بدیم، لاجرم باید منابع اگر بر اساس سوداوری این پروژه ها تخصیص پیدا بکنه باید بیشتر و بیشتر بره به سمت فعالیت های واسطه‌ای و مبادله‌ای به جای فعالیت های تولیدی و در نتیجه هر چه هم که دولت سعی کنه حالا به وسیله لوازم مختلف، به وسیله کنترل کردن نرخ بهره، به وسیله تخصیص دستوری و تکلیفی منابع به بخش های تولیدی، لاجرم این پول‌ها راه خودشون رو به بخش‌های مبادله‌ای و پروژه‌های کوتاه‌مدت‌تر پیدا می‌کنن و پروژه‌هایی هم که به صورت تولیدی بودن و این اعتبارات رو دریافت کردن در برابر این ضعف همیشه قرار دارن که ضرر انباشته‌های زیادی رو جمع‌آوری می‌کنن. همونطور که دکتر منصور هم گفتن مشکل اساسی نظام بانکی ما این ضررهای انباشته است. منتها من اختلاف نظر دارم با ایشون که این به خاطر عدم ارتباط نرخ تورم با نرخ بهره هست. آقای منصور واکنش شما رو میشنویم. عرض کنم من با بیانات آقای دکتر نظامی موافق هستم و نکته اختلاف رو عرض کنم درست ندیدم. ایشون نکته رو اضافه کردن کاملا درسته. به نظر میاد آقای دکتر میونه کلامتون ببخشید ایشون تاکید میکنن که ظاهرا مشکل بس بر سر آزاد کردن نرخ بهره مشکل نیست، ظاهرا اینجوری که من اگه درست فهمیده باشم. بله ایشون حواله کردن مشکل رو به مسئله نرخ ارز و این البته از موارد مطرح نشده در این پکیج رفرم آقای احمدی نژاد. ببینید صندوق بین‌المللی پول یک مجموعه‌ای رو برای اقتصاد ایران بر رفرم پیشنهاد کرده. آقای احمدی نژاد اینا رو به صورت انتخابی و ناهمزمان و پس و پیش شده به مرحله اجرا می‌گذاره. مثلا خصوصی سازی یکی از لوازم اوله، بعد هدفمند کردن یارانه‌ها یکی، تا اینا اول و دوم داره. ایشون خصوصی سازی رو به نحوی عمل کرده که نادرست بوده، هدفمند کردن یارانه رو جدا از شرایط ضرور خودش به کار بسته که عملا به نحوی درست نخواهد انجامید. در کنار این یه مسئله بسیار بزرگ که تصحیح نرخ ارزی اصلا نادیده گرفتند، حتی در برنامه 5 ساله شون هم صحبتی از این زمینه نکردند، حتی در چشم انداز 20 ساله هم سخنی از این زمینه نرفته. در نتیجه وقتی نرخ ارز به قیمت بسیار بسیار عرض کنم ارزان، یعنی ارز در برابر ریال به صورت تصنعی ارزان عرضه می شود، عملا تولید داخلی می خوابه و بازار برای صادرات گشوده میشه. اون وقت تمام تلاشایی که دکتر نظامی بهش اشاره کردند که پولها جای خود رو در روی پروژه های کوتاه مدت پیدا میکنن درست در میاد. به این ترتیب بنده فکر می‌کنم که اگر اون مسئله تصحیح نرخ ارز رو اضافه بکنیم به کل تصویر، به تصویر جامع‌تری از مشکلات اقتصادی ایران می‌رسیم. یه نکته رو فقط اضافه بکنم و اون این که دولت ایران بزرگترین سوبسید رو روی نرخ ارز می‌پردازه، یعنی اگر سالانه 60 80 میلیارد دلار واردات داریم، ما عملاً دلار رو به قیمت بسیار بسیار ارزان‌تر هزینه می‌کنیم، در حالی که روی همین قضیه برای وارد کنندگان از یک سو، مصرف کنندگان جنس‌های خارجی از سوی دیگر و تولید کنندگان برای صادرات به ایران کشورهای نظیر چین عملاً یارانه می‌پردازیم. و همطور که ابتدای برنامه اشاره کردیم یکی از گرفتاری‌ها و درگیری‌هایی که الان شاید حتی جنبه سیاسی پیدا کرده مسئله استقلال بانک مرکزی است. آقای نظامی اگر نکته‌ای دارید در مورد صحبت‌های قبلی آقای منصور می‌شنویم، اگر نه من این پرسش رو با شما در میون بگذارم که این بحثی که الان بر سر کنترل بانک مرکزی هست. بله من یه نکته می‌خواستم اضافه
بفرمایید بعد من سوالم. من یک نکته میخواستم اضافه کنم، به خصوص به دلیل اینکه طرحی که از طرف کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده، این طرح قسمت عمده ایش به بحث تجمیع سرمایه مجدد بانک ها و همچنین بحث کانترکت انفورسمنت، اجرای قراردادها برای بازپسگیری معوقات تاخیر افتاده بانک ها میپردازه. و خیلی مهمه که من این موضوع رو اینجا مطرح بکنم که این نوع برخورد، ما همونطور که دکتر منصور به درستی فرمودن، مشکل اساسی نظام بانکی ایران معوقات عقب افتاده هستش، وام های سوخته هستش. منتها این نوع برخوردی که الان لااقل در طرح مجلس دیده میشه که ما بیایم و از فردا چوب حراج بزنیم به تمام مؤسسات و جاهایی که به هر صورت به نظام بانکی بدهکار هستند تا بتونیم سرمایه بانک ها رو دوباره برگردونیم، این چیزی هستش که 4 ماده از 10 ماده مطرح شده در طرح مجلس به این موضوع اختصاصا مربوط میشه. اگر ما این کار رو انجام بدیم، این کاملا متفاوت هست با رویه‌ای که بقیه جاهای دنیا استفاده کردن که معمولا اینا میان و سکیورتایز میکنن، در یک فاندهایی قرار میدن این وام های موقع رو و مانند چین، مانند ژاپن، اینا رو به تدریج مشکلاتشون حل میکنن. اگه ما چوب حراج بزنیم به این اموالی که مؤسساتی که به بانک ها بدهکار هستن دارن، ما دوچار یه فایر سیل میشیم، دوچار آتش زدن به مالم میشیم و وضعیت اقتصادی را میتونه بسیار بسیار بدتر از اونی که همین الان هم هست بشه. پس لطف کنید این سوال من رو کم کوتاه‌تر پاسخ بفرمایید که مسئله بانک مرکزی الان در این اصلاح نظام بانکی که بعضش بحث میکنیم چقدر میتونه به دلیل اینکه سیاست‌های کلی پولی رو تعیین میکنه، چقدر مهمه اختیار این در واقع بانک در دست دولت باشه، این دعوایی که الان وجود داره؟ بله، من دو تا موضوع رو میخوام اینجا مطرح بکنم. در این دعوایی که صورت گرفته، یک بخشش بحث حقوقی هستش که من کارشناس حقوقی نیستم که بگم چه کسی باید تعیین تکلیف بکنه. نکته اصلی که فقط در اون زمینه دارم این که این بحث کاملا سیاسی هستش، و اگر نه اینکه آیه احمد نژاد به عنوان رئیس دولت میگه که باید نظرات رهبر ایران لحاظ بشه، از این لحاظ برشت رهبر ایران بازوی کارشناسیش مجمع تشخیص مصلحت هستش، وگرنه ایشون نه توانایی تحلیلی این کار رو دارن و نه آموزش خاصی دیدن در این زمینه، و این بحث سیاسی هست از نظر من. اما از لحاظ فنی وقتی میخوایم راجع به استقلال بانک مرکزی صحبت کنیم، هر وقت صحبت از استقلال بانک مرکزی میشه، بحث استقلال سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی دولت هستش، و تا زمانی که بانک مرکزی یک زیرمجموعه از دولت باشه، زیرمجموعه حتی از یک وزارتخانه باشه به ترتیبی که تا حالا صورت گرفته، ما این انضباط پولی رو نخواهیم داشت. بله، در کوتاه مدت این به دولت کمک خواهد کرد که بتونه خیلی راحت مشکلاتی که براش به صورت ماهیانه پیش میاد رو رفع کنه، همونطور که ما در هدفمندسازی یارانه ها هم دیدیم، دولت میتونه به سادگی بره یک تنخواه از بانک مرکزی بگیره و پای پولی رو افزایش بده. ولی در بلند مدت این تورم واقعا گریبانگیری که ما همیشه در کشور داشتیم، دقیقاً به خاطر این عدم استقلال سیاست های پولی از سیاست های مالی دولت است. های منصور، نظر شما رو جویا میشیم در همین ارتباط و به ویژه نقش بانک مرکزی در این میان. ملاحظه بفرمایید، بانک مرکزی مسئول حفظ قدرت خرید پول ملی است. یعنی دولت باید برنامه‌های خود رو اجرا کنه، بانک مرکزی هم با توجه به مجموعه برنامه‌ها قدرت پول ملی رو محفوظ نگه داره. محفوظ نگه داشتن یعنی با لحاظ کردن 2-4% تورم برنامه‌ریزی شده این رو بتونه حفظ بکنه. در این صورت است که دولت که معیار و محکی در برابر خود داره برای اندازه گرفتن موفقیت برنامه‌هاش. ولی اگر بانک مرکزی در اختیار دولت باشه، عملاً میتواند اون رو طبق ضرورت‌های خودش پس و پیش بکنه، پول در گردش رو عوض بکنه، نرخ بهره رو به صورت تصنعی تغییر بده، در نتیجه دچار کمبودهایی که ناشی از اجرای برنامه‌های نابهنگام و نادرسته نشه. به این ترتیب ضرورت استقلال بانک مرکزی جای چک و چونه نیست. در قانونی که در ایران وجود داره و همینطور در برنامه 5 ساله آقای احمد نژاد هم لحاظ شده اونجا مطرح می شود،
عملا رئیس بانک مرکزی تعیین شده رئیس جمهوره. رئیس جمهور رئیس مجمع، وزیر بازرگانی، وزیر اقتصاددارایی و یک وزیر دیگر در اونجا، اینا زیر مجموعه اون مجمع هستند و رئیس بانک مرکزی رو رئیس جمهور پیشنهاد میکند، آن مجمع برگزیده رئیس جمهور تایید میکند، به حکم رئیس جمهور منصوب می شود. در نتیجه او یکی از کارمندان رئیس جمهوره که در نتیجه استقلال بانک مرکزی کاملا از بین می رود. نتیجه در این دوران حکومت 6 ساله آقای احمدی نژاد پایه پولی در ایران بیش از 4 برابر، نقدینگی بیش از 4 برابر افزایش پیدا کرده. نتیجه اون تورم لجام گسیخت است. این رو اونجا داشته باشیم. نکته دیگر رو بنده عرض بکنم، در ضمن اینکه ضرورت فنی این امر محرزه، یه نکته دیگر که مسئله رو در ایران بغرنجتر میکنه وجود بنگاه های قرض الحسنه است که تعداد آنها از 19,000 واحد تجاوز میکنه. در نتیجه خیلی از آنهایی که در برابر این تحول یا در برابر این تغییر قدرت رئیس جمهور موضع گرفتند، احیانا منافعی در این مؤسسات قرض الحسنه دارند و از این که اینها تحت فشار دولت مجبور بشوند که در بانک مرکزی به عنوان زیر مجموعه ادغام بشوند هراس دارند. به این ترتیب در اینجا به این نکته دیگر با توجه کرد. خب ببینیم در ایران به طرح اصلاح نظام بانکی چگونه نگاه میشه. همکارم کوروش صحتی در گفتگوی با بیژن بیداباد کارشناس اقتصادی نظر او رو در این باره جویا شده. بانکداری ایران علی‌رغم اینکه از سال 1362 تا الان با قانون عملیات بانکی بدون ربا مشغول کار هست، ولی اصولا نتونسته ربا رو از عملیات بانکی حذف کنه. خود من به درخواست بانک ملی یک طرح موزمی رو در ارتباط با بانکداری مشارکت در سود و زیان انجام دادم که در حال حاضر در 2 ماه گذشته یک شعبه مشارکت در سود و زیان هم افتتاح شد و قرار است تا انتهای سال آینده تعداد این شعب به 400 تا برسه. در این عملیات بانکداری مشارکت در سود و زیان میتونه ربا حذف بشه و این الگو نه تنها میتونه یک الگوی خوب برای بانکداری ایران باشه، میتونه به عنوان یک الگوی خوب برای جلوگیری از بحران‌های مالی در سطح اقتصاد جهانی باشه. مسئله دیگه بانکداری قرض الحسنه هست که این بانکداری قرض الحسنه به دلیل عدم وجود انگیزه‌های سپرده‌گذاری در اثر پایین بودن نرخ بهره دچار اختلال و اشکال هست. این کار رو هم برای بانک قرض الحسنه مهر ایران به درخواست اونها ابداع مالی جدیدی رو طراحی کردم که این ابداع مالی میتونه عملا نحوه سپرده‌گذاری قرض الحسنه رو اصلاح کنه و نهایتا بتونه تسهیلات قرض الحسنه رو به عنوان یک منبع بانکی برای افرادی که نیازمند هستند و لزوما باید با نرخ‌های بهره پایین وام دریافت کنن تامین کنه. آقای نظامی شنیدی صحبت آقای بیداباد رو؟ یک بخش در واقع این طرح اصلاح نظام بانکی استفاده از امکانات صندوق‌های قرض الحسنه، چطور ممکنه که این امکانات رو به بخش تولید متصل کرد؟ عرض شود خدمت من، 2 تا نکته داشتم. حال اول راجع به بحث قرض الحسنه صحبت بکنیم. بحث قرض الحسنه اصلا قرار نیستش که بیاد و به بخش تولیدی متصل بشه. به صورت تاریخی در ایران بخش های قرض الحسنه به صورت یه مجموعه ای از این به قول معروف استور کردیت ها عمل کردن برای اینکه مردم در محلاتی که هستن، کسانی که دوچار معضلات کوتاه مدت میشن، اینا بتونن بیان و از این منابع استفاده بکنن که اتفاقا اکثر این منابع هم توسط معتمدین بازار تأمین می شده که کسانی بودن که اتفاقا این مردم عادی معمولا بهشون بدهکار بودن. این یک کارکرد خاص خودش رو داشته، کارکرد بدی هم نیستش، منتها باید در سایز کوچیک، در اندازه کوچیک باقی بمونه و بیشتر مربوط میشه به بازار اعتبار مصرف کننده. منابعی که در این زمینه هستش اصلا در اندازه‌ای نیستش که بخواد تخصیص پیدا بکنه به بخش‌های تولیدی
کشور. و همینطور مثلا الان آماری که ما داریم از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌اندازه سال در انتهای سال 88، این تنها 18000 میلیارد تومان هستش که اصلا قابل مقایسه با فرض کنید کل معوقات بانکی که همونطور که دکتر منصور گفتن 50000 میلیارد تومان، یا اینکه کل سپرده‌های نزد بانک‌ها که یه چیزی حدود 213000 میلیارد تومان هست اصلا نیستش. یعنی منابعی که به قرض‌الحسنه تخصیص پیدا می‌کنه به صورت کلی، هر چقدر هم که ما بیایم و با لوازم مختلف بخوام اینا رو افزایش بدیم، در اندازه‌ای نیستش که به درد بخش تولید بخونه. کارکرد این همون کارکرد به اصطلاح بازار اعتبار مصرف کنندگان هستش. نکته دومی که من می‌خواستم اینجا اشاره بکنم که در صحبت‌های ایشون بود توی بسیار مهمی هم هستش، اینه که بانک کارش مشارکت در سود و زیان مؤسسات نیست. بانک کارش چیز دیگری است. بانک کارش تأمین اعتبار با یک قراردادهای روشن، و هر چقدر ما بیایم این قراردادها رو پیچیده‌تر بکنیم، مشارکت بانک‌ها رو در سود و زیان‌ها بیشتر و بیشتر بکنیم، بله، اون وقت بانک تبدیل میشه به یه سهامدار در این مؤسسات و این ضرر طولانی مدت بسیار شدیدی بر اقتصاد ایران در طی این 30 سال گذشته زده. و تکرار همون دوا که باعث افزایش امراض بیماری ایران شده مشکلات ایران رفع نخواهد کرد. آقای منصور، میشنم صحبت شما رو. مشکل بانکداری بدون ربا، نظر بسیار جالبی رو دکتر نظامی عزیز عنوان کردن، کاملا موافقم. ببینید، نظام جمهوری اسلامی با مجموعی از قوانین فقهی نظیر مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله، اجاره وارد نظام بانکداری مدرن شد، در حال که از ماهیت بانکداری مدرن کاملا بی اطلاع بود. به ویژه با بانک مرکزی به عنوان یک پدیده فوق مدرن کاملا ناشنا بود. از لحظه ای که دست روی نظام بانکی گذاشته، مورد لغزش های جدی قرار گرفته و آن را مورد سوء استفاده های بسیار شدید قرار داده. به این ترتیب اضافه کردن مسئله مشارکت، یعنی عقد قرارداد بین بانک برای اینکه بیاد در اون پروژه سهیم بشه، وقتی چنین کاری شد، حسابداری بانکی باید منتقل بشود روی ارزیابی پروژه و کنترل سود و زیان. وانگهی در این مشارکت بانک در سود شریک است، آیا در زیان هم شریک است یا نه، به طوری که در مضاربه اصولا بانک در زیان شریک نیست اگر سودی باشه. وانگهی در اینجا همین نظام بانک مرکزی اسلامی مجبور شده است اعوجاجاتی رو، کجیهایی رو در فقه پدید بیاره برای اینکه اون رو بتونه تطبیق بده. مثلا یکی از دلایل حرمت ربا بنا به تعریف فقها این بود که شما از پیش نرخ سود رو تعیین میکنید. امروز بانک مرکزی عملا نرخ سود رو حداقلش رو تعیین میکنه، برای اینکه حاضر نیست ریسک های کلان رو به عهده بگیره. به این ترتیب فقط برای اینکه بگویند که ما این نظامی که درست کردیم کار میکند، مجبورن ده ها کجی در آن پدید بیاورند که عملا هم به نتیجه نرسیده. همونطور که دوستمون از ایران نیز گفتند، تاکنون بعد از 31 سال هنوز عنوان میکنن که در مرحله آزمایش این نظام هستیم، بلکه روزی به اجرا در بیاد. تشکر میکنم از شما آقای دکتر حسن منصور و دکتر برغان نظامی. امیدوارم فرصتی باشه بتونیم بحث اصلاح نظام مالیاتی رو و این موضوع رو باز هم با هم دنبال بکنیم. تشکر میکنم از هر دوی شما. سپاسگزارم. خب، فیسبوک و وبلاگ برنامه رو فراموش نکنید. بهترین پاسخ به سوال امروز رو فردا بر روی تخت سیاه خواهید دید. سوال امروز این هست: هدف دولت احمدی نژاد از آزادسازی نرخ بهره بانکی چیست؟ بهترین پاسخ به پرسش دوشنبه رو هم ایمان نوشته که سوال این بود که به درازا کشیده شدن مذاکرات هسته‌ای آیا ارزش استراتژیک ایران رو بالا خواهد برد یا نه، که ایمان نوشته عدم توافق باعث بدتر شدن وضع مردم خواهد شد و در بلند مدت از حامیان رویکرد هسته‌ای حکومت خواهد کاست. این پاسخ ایمان بود. مهمان‌های برنامه فردای ما هم آقای میر جاودانفر، مدیر مرکز تجزیه و تحلیل سیاسی و اقتصادی خاورمیانه در تل‌آویو، و ماهان عابدین، مدیر تحقیق مرکز مطالعات تروریسم در لندن هستند. موضوع برنامه نقش ایران در آینده سیاسی لبنان. تا فردا و افق دیگر.
8:15 به وقت تهران از دوشنبه تا پنجشنبه به افق نگاه کنید. افق بر روی وبسایت صدای آمریکا و فیسبوک قابل مشاهده است. برای پیوستن به فیسبوک افق و آگاهی از موضوعات برنامه و مهمانان پیش از دیدن برنامه بر روی لایک کلیک کنید. اگر می‌خواهید پاسخ شما به پرسش برنامه روی تخت سیاه افق منعکس شود، به فیسبوک افق بروید یا ایمیل بزنید. در وبلاگ افق خواندنی‌های بسیاری خواهید یافت. آرشیو افق در یوتیوب در دو نشانی قابل مشاهده است. به افق نگاه کنید.